با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا، من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که در خدمت شما بینندگان گرامی هستم و در برنامه در جستجوی عدالت در زمینه مسائل حقوقی، مهاجرتی، تاریخی و اجتماعی با هم گفتگو میکنیم. در طول هفته دوستانی که پرسش ها یا نظراتی راجع به این برنامه دارن میتونن به ایمیل من sirusmeshki@gmail.com بفرستند و من در اولین فرصت پاسخگوی این عزیزان خواهم بود. همچنین برنامه در جستجوی عدالت رو میتوانید همواره در رسانه‌های مجازی و نیز در آرشیو تلویزیون ایران فردا ملاحظه بفرمایید. کارگردان فنی برنامه ما آقای سپر هستن که از محبت و مدیریتشون قدردانی و سپاسگزاری میکنم. در برنامه امروز اجازه میخوام که به ایمیل هایی که ظرف هفته گذشته برای من فرستادید پاسخ بدم و امیدوارم دوستانی که این پرسش ها رو کردن پاسخ کافی دریافت بکنن و چنانچه سوال دیگری بود یا بیشتری بود میتونید باز با ایمیل با من تماس بگیرید. آقای امین مرحوم فرمودند که با سلام و عرض خسته نباشید، من 18 ساله هستم و خاله ام برای من از یکی از کالج های شهر سیاتل پذیرش برای دوره زبان گرفتند که بعد من در آنجا ادامه تحصیل بدهم. در حال حاضر مشغول گرفتن وقت سفارت امریکا در اسپانیا هستم. میخواستم بپرسم چقدر شانس ویزا گرفتن من وجود دارد و روزی که من مصاحبه دارم چه مدارکی باید داشته باشم که شانس ویزای من بیشتر شود و آیا شوهر خاله من که امریکایی است میتواند روز مصاحبه با من باشد و مدارک مالی که باید به همراه داشته باشیم شامل چه مدارکی است؟ خب تقریبا تمام بخشی از قانون مهاجرت رو ایشون سوال کردن با این در مورد ویزای غیر مهاجرتی. من در بخشی که در حوصله این برنامه باشه و برای بقیه بینندگان هم مفید باشه و ملال آور نباشه تا سعی میکنم که تا جایی که بشود پاسخ بدم، ولی اصولا این گونه مسائل رو شما بهتره که مستقیما با وکیل خودتون یا وکیلی که مایل هستید داشته باشید تماس بگیرید و خصوصی و حضوری یا حالا با تلفن یا با ایمیل مطرح بکنید، ولی در حوصله یک برنامه کوتاه تلویزیونی خیلی نمی گنجه که تمام جهات موضوع رو اشاره کرد. محضا باید توجه داشته باشید که اصولا شانس گرفتن ویزا در حال حاضر برای ایرانی ها صفره، چون تا قانون یعنی مقررات اجرایی دستور آقای ترامپ مبدی بر من صدور ویزا برای ایرانی ها لغو نشه یا از بین نره، هیچ کنسولگری به ایرانی ها ویزا، چه ویزای دائمی چه مهاجرتی چه غیر مهاجرتی و موقت از قبیل ویزای استودنت نخواهد داد، مگر اینکه شما ثابت بکنید که یکی از شروط معافیت رو دارید و اون مسئله تحصیل در دانشگاه به شرطی که پذیرش معتبر از دانشگاه معتبر داشته باشید. اما علاوه بر اون باید سه شرط دیگر هم ثابت کنید که اگر به شما ویزا ندهند شما دچار عسر و حرج و مشقت میشوید و همچنین باید ثابت کنید که آمدن شما به امریکا متضمن منافعی است برای این کشور و سوم اینکه حضور شما در امریکا خطرات امنیتی یا جزایی و کیفری ایجاد نمیکنه. این که چه مدارکی همراهتون باشه، باید این ویور پکیج رو داشته باشید. خب طبیعتاً پذیرش دانشگاه رو باید داشته باشید، اون مدارک مالی که اشاره کردید که شوهر خاله شما دادن مبنی بر این که شما رو ساپورت خواهند کرد از لحاظ مالی و از لحاظ هزینه های تحصیلی و زندگی و کتاب و سایر هزینه های دانشجویی و اینکه شوهر خاله شما میتونن در روز مصاحبه با شما باشن. معمولا الان کنسولگری های امریکا به دلیل مسائل امنیتی غیر از خود متقاضی کسی دیگر رو نمیپذیره، یا متقاضی یا وکیلش باید باشه. بنابراین احتمال ایشون میتونن بیان در اسپانیا و در کنار شما باشن، اما اینکه در
محل مصاحبه در کنسولگری اجازه بدن ایشون بیان بنده تردید دارم. انشاءالله که موفق بشید و ویزای دانشجوی خودتون رو دریافت بکنید. آقای سعید رضا مرحوم فرمودن که من اسمم سعیده و تبعی امریکا هستم. من تقاضای ویزای نامزدی کردم برای نامزد ایرانیم که توسط اداره مهاجرت هم تصویب شده است و در حال حاضر در نشنال ویزا سنتر هست. ایشون احتمال دارد که به زودی به سفارت امریکا در ارمنستان بره ظرف چند ماه آینده و برای مصاحبه. آیا شانسی هست که ایشون بتونه ویزاش رو ویور ویزا بگیریم براش، یعنی تقاضای معافیت از مقررات منع صدور ویزا؟ و لطفا بفرمایید که چگونه من میتونم به شما تلفن کنم که این موضوع رو مطرح کنیم. بله ایشون میتونن، یعنی باید تقاضای ویور ویزا بکنن بدون اون که حتما بهشون نخواهند داد ویزا رو و ویزاشون رد میشه. و اینکه چگونه میتونید با من تماس بگیرید، تلفن من هم 310-888-1122 و ضمناً ایمیل منم که دارید که با من زنگ زدید ایمیل فرمودید، بنابراین همیشه میتونید از اون طریق با من تماس بگیرید. آقای نیما مرحوم فرمودند خواهشمندم بفرمایید چگونه میتوانم از خدمات شرکت شما برای اخذ ویزای EB1 یا EB2 بهره بگیرم. EB1 و EB2 برای بینندگانی که وارد نیستن به این اصطلاح، EB1 اصطلاحا بهش میگن Extraordinary Ability Alien، یعنی ویزای مخصوص کسانی است که از لحاظ هنری یا تحصیلی یا علمی یا ورزشی به 1% بالای حرفه خودشون رسیدن، یعنی کاملا شاخص و متمایز هستن. 10 ضابطه داره که از این 10 ضابطه 3 یا 4 ضابطهشو باید احراز بکنن تا بتونن بدون داشتن کارفرما صرفا به دلیل تخصص و مهارت‌های خودشون گرین کارتشون رو دریافت بکنن. EB2 یک مقدار ساده تر از EB1، شرایطش کمتره، 5 کاتگوری داره، 5 ضابطه داره که از اون 5 ضابطه باید 2 یا 3 تاشو شخص داشته باشه. بهش میگن Exceptional Ability Alien، کسانی هستن که در رشته های باز علمی یا هنری یا ادبی یا ورزشی و غیره شاخص هستن. حالا لازم نیست که به 1% بالای حرفه خودشون رسیده باشن، ولی به هر حال باید یک شاخصیت و یک نوآوری هایی در حرفه خودشون نشون داده باشن. و این اشخاص هم البته در EB2 یعنی Exceptional Ability شخص باید حتما یک کارفرما داشته باشه تا بتونه از اون طریق گرین کارت بگیره، مگر اینکه ثابت کنه که خدماتش یا تحصیلاتش یا تجربیاتش در حدی است که برای منافع ملت امریکا National Interest مفیده. و اگر چنین باشه میتونه اونم بدون کارفرما گرین کارت خودش رو دریافت بکنه. من موارد زیادی از هر دو رو داشتم که میتونم برای اینکه روشن‌تر بشه توضیح بدم خدمتتون. برای EB1 مثلا من یک زمانی برای یک دکتر ایرانی، پزشک ایرانی که در لندن با استادی کار تحقیقاتی کرده بود که اون استاد جایزه نوبل گرفته بود در رشته پزشکی و اسم این دستیار ایرانی ایشون هم در تحقیقات اون آمده و وقتی که ما این مدارک رو دادیم ظرف 11 روز گرین کارتش به تصویب رسید. موارد دیگه ای بوده از نویسندگان ایرانی یا شاعرای ایرانی یا بازیگران و هنرمندان ایرانی که مدارک کافی داشتن از لحاظ اچیومنت ها و پیشرفت ها و توفیقاتی که در کار خودشون داشتن که اینا همه تونستن به عنوان EB1 یعنی Extraordinary Ability گرین کارت خودشون رو دریافت کنن. در زمینه EB2 یعنی کسانی که با National Interest Waiver NIW تونستن بدون کارفرما گرین کارت بگیرن،
یکی دو مورد رو خدمتتون عرض میکنم. یک پسر دانشجو ایرانی که در رشته کامپیوتر تحصیل میکرد در مقطع دکترا و روی کوچک ساختن، کوچک کردن چیپس های کامپیوتری کار میکرد، و این با توجه به اینکه نشون بدیم که این چیپس ها وقتی که در اون زمانی بود که جنگ امریکا و عراق در جریان بود به امریکا تفوق نظامی بیشتری میده از لحاظ قدرت کارایی اسلحه‌هاش و کوچکتر کردن سلاحایی که در میدان جنگ به کار میره، و ظرف یک ماه گرین کارت ایشون تصویب شد با توجه به این رشته تحصیلی که دنبال میکرد. یا پزشک دیگری که از پزشکان ایرانی که برای ایشون رشته زنان و زایمان بودند و چون کریوینگ یا VR یک بیماری از لحاظ پزشکی محسوب میشه و ایشون تحقیقاتش در زمینه مبارزه با بیماری VR بود و تحقیقات خیلی گستردهی در این زمینه کرده بود و همین با توجه به ارائه این تحقیقات ایشون و دستاوردهای علمی ایشون تصویب شد گرین کارتش بدون نیاز به کارفرما. خانم پزشک دیگری بود که در دانشگاه مشهد در زمینه سرطان تحقیق میکرد و تحقیقاتش خیلی پیشرفت کرده بود و ایشون هم موفق شد. بنابراین برای ای بی وان یا ای بی تو باید چنین شاخصیت هایی وجود داشته بود. حالا آقای نیما فرمودن که آیا من میتوانم، آیا هنوز دولت امریکا به ایرانیان مقیم ایران ویزای فوق را ارائه میدهد؟ باید اون مسئله احتمالاً ای بی وان چون کارفرما نداره و نیاز نداره مشمول اون شرایط نخواهد شد، مشمول معافیت نمیشه. بنابراین تا وقتی که مقررات آقای ترامپ به قوت خودش باقی است امیدی نداریم متاسفانه. ولی ای بی تو اگر که کارفرما وجود داشته باشه، یعنی نشنال اینترست ویور نباشه و کارفرمایی وجود داشته باشه، این هست، امید هست که بتواند معافیت بگیره، یعنی ویور بگیره و بتونه ویزای خودش رو، یعنی گرین کارت خودش رو دریافت بکنه. ایشون ادامه دادن که دارای 15 سال سابقه تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های معتبر در ایران هستم، بیش از 100 مقاله علمی در همایش‌ها و مجلات معتبر علمی دارم و اگر اجازه بفرمایید رزومه‌ام را به آدرس ایمیلتان ارسال کنم. بله حتما رزومتون رو بفرستید من ببینم. شما اگر که اواردی دریافت کرده باشید یا این تحقیقات علمی شما در جایی هم منعکس شده باشه، کسی بهش استناد کرده باشه، بسیار مهم هست. و به ویژه اگر که در خارج از ایران هم شما یک ریکوگنیشنی پیدا کردید و شناسایی نسبت کار شما وجود داره، اونم میتونه خیلی کمک بکنه. به هر حال خوشحالم که با یک فرد فرهیخته و تحصیل کرده صحبت میکنم و امیدوارم که بتوانم بتون حتما کمک بکنم بعد از اینکه رزومتون رو دریافت کردم. آقای بهنود مرحوم فرمودند که امیدوارم که خوب باشید. من چند سوال دارم در زمینه های خدمات شما. یک، دوست فیلیپینی من که یک خانومی هستند و جدا شدن از همسرشون و میخواهد که جدا شده و میخواد طلاق بگیره، هزینه طلاق ایشان چقدر هست و چه مدت طول میکشد تا طلاق نام برده طلاق نامش را بگیرد و در کالیفرنیا؟ دو، من در فیلیپین ایشون رو ملاقات کردم، بعد از طلاقش چطور میتواند با من ازدواج بکند، ازدواج غیابی بکنه و هزینش اگر شما انجام بدهید چقدر است و چقدر طول میکشد؟ سوال سومشون است که بعد از ازدواج من میخواهم که برای ایشان گرین کارت بگیرم، لطفا اطلاع بدهید که هزینه چقدر. اولا من اجازه بدید که دونه دونه بگم. در مورد اول که ایشون فرمودید که
همسر دارن و نمیدونم در فیلیپین زندگی میکنن یا در کجا. ایزه بدید چون به میانه برنامه رسیدیم به یک ویدیو زیبا توجه کنید، برمیگردم به دنبال سوال و جوابهای شما. به کجا چنین شتابان، جوان از نسیم پرسی، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری، ز غبار این بیابان به کجا چنین شتابان، جوان از نسیم پرسید، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری، ز غبار این بیابان همه آرزویم، اما چه کنم چه کنم که بسته پایم، چه کنم که بسته پایم. چنین شتابا چنین شتابا، به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم، به جز این سرا کجا که باشد به جز این سرا سرایم، به جز این سرا سرایم، سفرت به خیر، اما تو دوستی خدا را شکوفه ها به باران برسان، سلام ما را برسان. بینندگان گرامی، باز میگردم به دنباله برنامه. قبل از این موزیک ویدیو راجع به نامه ایمیل آقای بهنود صحبت میکردیم که با خانومی در فیلیپین آشنا شدن، میخوان با ایشون، اون خانوم میخوان طلاق بگیرن در کالیفرنیا و میخواستن بدونن که چقدر طول میکشه و شرایطش چیه. اگر این خانوم در فیلیپین زندگی میکنه و همسرشون هم در فیلیپینه، که کالیفرنیا، دادگاه کالیفرنیا به این پرونده رسیدگی نخواهند کرد، چون فرمودید که ایشون در فیلیپین هستن و جدا شدن. ولی اگر که در فیلیپین ازدواج کردن و بعد به کالیفرنیا آمدن و در حال حاضر در کالیفرنیا هستن و میخوان از همسرشون جدا بشن، در صورتی که بیش از 6 ماه در امریکا بوده باشن و در اون کانتی که اقامت دارن بیش از 3 ماه بوده باشن، در دادگاه اون محل میتونن برن تقاضا بکنن. اگر که غیابی باشه، خب طلاق غیابی حداقل
7 ماه طول خواهد کشید تا به نتیجه برسه. اگر که با توافق طرف باشه، باز هم از لحاظ زمانی کمترین زمانش 7 ماهه و بعد از 7 ماه اگر همه چیز به خوبی انجام بشه، ایشون آزادن برای ازدواج مجدد. اما اینکه شما میخواهید بعد از طلاق ایشون باشون ازدواج بکنید، ازدواج غیابی بکنید، ازدواج غیابی از لحاظ مهاجرت، چون فرمودید بعدا میخواهید براش گرین کارت بگیرید، معتبر نیست. بنابراین اگر میخواهید که بعدا برای ایشون تقاضای گرین کارت بکنید، حتما بهتره که در محل ازدواج هر دوتون حضور داشته باشید، یعنی ازدواج وکالتی یا غیابی نباشه. و بعد از ازدواج هم می توانید برای ایشون تقاضا بکنید. حدود 1 سال طول میکشه اگر همه کارها درست انجام بشه و پرونده درست فایل بشه. و در مورد هزینه ها هم اجازه بفرمایید که من در این برنامه راجع به مسائل مالی صحبت نکنم و سطح برنامه رو در حد تبلیغات بازرگانی پایین نیارم. اگر که مایل بودید ادامه بدید یا در هر کدوم از این موارد به من با من تماس بگیرید و ما هزینه ها رو به طور خصوصی با هم صحبت خواهیم کرد. آقای یلدا فرمودن همسر من اخیراً دومین سال تحصیلی رو در دانشکده پزشکی راس تمام کرده و با درجه عالی این سال رو تموم کرده و قرار است که استپ وان اگزام رو، امتحان استپ وان رو، مرحله اول امتحان رو در 4 جولای بگذرونه و ایشون مدرسه پزشکی رو، دانشکده پزشکی رو تمام خواهد کرد و در امریکا و بنابراین به منافع ملی امریکا و نشنال اینترست امریکا کمک خواهد کرد. 2، ایشون ایران رو در ظرف 6 سال گذشته ندیده. هر دوی پدر و مادر ایشون و یکی از خواهر برادرایشون دارای گرین کارت هستن در امریکا. 3، من استخدام شدم در امریکا، جایی که من زندگی کردم تمام عمرمو، و همسرم و تحصیلات پزشکی همسرم اقتضا میکنه که ایشون به امریکا بیاد برای هاسپیتال روتیشن، دوره بیمارستان. من تصور کردم ایشون فرمودی در امریکا هستن، راس یونیورسیتی، من نمیدونم کجاست. به هر حال بنابراین اگر که ویزای ایشون رد بشه، سختی بسیاری برای ایشون و بنده به بار خواهد آورد. در مورد دستور آقای ترامپ مبنی بر منع صدور ویزا، من متوجه هستم که شخص باید نشون بده که، یعنی من باید نشون بدم که ورود همسرم به امریکا به نفع مصالح امریکاست. دوم این که ورود ایشون و حضور ایشون در امریکا خطری رو متوجه منافع ملی امریکا نمی کنه. و سوم این که اگر این ویزا رد بشه، ما باید ثابت کنیم که ایشون عسر و حرج شدیدی خواهد داشت. من می خواستم که از شما سوال کنم که آیا چگونه متریال و اون پکیجی رو که لازمه برای موارد فوق ما باید تهیه کنیم و به کنسولگری بدیم. به عنوان مثال آیا یک متن نوشته شده ای هست راجع به هر کدوم از این شرایط و آیا این مدارک رو هم باید همراه تقاضامون بفرستیم در نزدیک به زمان مصاحبه ایشون؟ چقدر طول خواهد کشید که کنسول امریکا این پرونده رو نگاه بکنه و نتیجه تصمیم خودشون رو به ما اعلام کنه؟ و آیا احتمال هم هست که این تقاضای معافیت از دستور آقای ترامپ ما رو رد بکنن؟ عرض کنم که در مورد اینکه چه مدارکی لازمه و استیتمنت جدا لازمه یا نه،
ناگزیر باید به عرضتون برسونم که این کار فوق‌العاده تکنیکال و دقیقی است. الان برای خود دفتر ما که به شدت درگیر این گونه اقدامات هستیم، هر ویوری بعد از اینکه همه این مدارک و اطلاعات رو دریافت میکنیم، حداقل یک هفته تمام وقت من و دو تا از همکارانم رو میگیره که این رو آماده بکنیم تا به کنسولگری بدیم. بنابراین من توصیه‌ام این است که خودتون رو اصلا اقدام نکنین، چون میتونه سالها کارتون رو به عقب بندازه. دوم این که این ویورها در حال حاضر بیش از 26,000 تقاضای معافیت در کنسولگری‌های آمریکا مطرح شده که شاید 90% اونا مال ایرانی هست و بنابراین چون اینا باید رسیدگی بشه و خیلی اطلاعات جزئی و زیادی داره، خود کنسولگری‌ها میگویند که حداقل 6 ماه طول میکشه که هر تقاضای معافیتی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین اگر که ایشون میخوان ادامه تحصیل بدن در امریکا یا برای بیمارستان ها بیان، هرچه زودتر باید اقدام بکنن برای اینکه وقتشون نگذره. خانم سارا مرحوم فرمودن که من یک ایرانی هستم که در مجارستان زندگی میکنم از سال 2010. من دکترای داروسازی دارم و در حال حاضر هم در یک داروخانه مشغول کار هستم که در ظرف 2 تا 3 ماه من قرار است که برای اقامت دائمی خودم اقدام بکنم. وکیل من میگوید که 99% من اقامت دائمی خودم رو دریافت خواهم کرد. آیا می توانم که دلم میخواهد که موو کنم به امریکا بیام و بهترین شانس من برای گرفتن ویزای امریکا چه خواهد بود؟ شانس شما، بهترین شانستون این است که یک بیمارستانی، یک لابراتوری یا یک داروخانه مجهزی داوطلب بشه که شما رو استخدام بکنه. در اون صورت خواهید تونست حتی معافیت هم از مقررات ویزا بگیرید و با گرین کارت وارد بشید. حدود 1 سال و 8 ماه هم زمان رسیدگی خواهد بود. بینندگان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدم. با تشکر از شما و تا هفته و هفته آینده، روز و روزگار خوش.